اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. آقای شاکی رفت زیر درخت سرو در پیش پای نسترنها دیده برهم بست. روزی محلل ساخت، روز دیگر همراه دایی جان با شیش و بش خوش بود. طرح عروسک های زیبایش در جان و دل مانده است. نصرت برای نسل ما تا روز رستاخیز از جان و دل زنده است. گفتند نصرت رفت، اما دلم هر بار میگوید او تا ابد باقی است. تصویر او در پیشگاه دل عالی تر از عالی است. علیرضا نوری‌زاده سه‌شنبه سوم دسامبر 12 آذر ماه روز خاموشی آقای شاکی به شما سلام میکنم. نصرت جان کریمی، نصرتی که فقط دایی جان ناپلئون نبود که در مقام آقا جان او رو در دل ما باقی گذاشت. درشکچی رو که بازی کرد کار قشنگی بود. بعد محلل رو چقدر کار جالب بود. گفتن صادق پور میخواد فیلم مدرن بسازه. وقتی حضور نصرت کریمی و حضور مسعود اسدالله رو توشیدن و شهلا و بقیه رو، گفتن حتما میسازه و ساخت. و بعد محلل رو که چه دردسری براش شد، برای اینکه یک رسم وحشیانه قرون وسطایی قبیله‌ای رو به طنز گرفته بود و اون چه مصیبتی براش شد، اذیتش کردن. مجسمه‌های گلیش رو شکستن، خمیرهاش رو له کردن. اما بودن بچه‌هایی که هواشو داشته باشن، بودن کسایی که سراغش برن، نصرت رو تنها نگذاشتن. برای من نصرت کریمی یک هنرمند به معنای واقعی یک هنرمند بود. یادم چپ بود اما هرگز چپول نبود. یادم مؤمن به سوسیالیسم بود اما هرگز شعار نداد. زندگی کرد، فیلمهاش، تئاترش، کارهاش نمادی بود از یک انسان که به ظلم و عدم تساوی با دیده قهر نگاه میکرد. برابری انسانها رو میخواست. سوسیالیسم به معنای واقعی و انسانی و حقیقیش برای او معنا داشت. دلم سوخت، گریستم برای نصرتی که وقتی آقای شاکی رو تو تلویزیون راه انداخت خیلی ها شاخ در آوردن. او مگه میشه همچی چیزایی هم گفت و گفت. یه نازنین دیگه هم باز در دست دادیم که شاید برای شما آشنا نباشه، اما حداقل میدونم برای هزاران ارتشی آدم آشنایی است، برای هزاران تالشی آدم آشنایی است. تیمساری که عمرش رو گذاشت 30 سال 35 سال تو ارتش،
در 12 سال تو جبهه ها با جان و دل جنگید، سرفرازانه، سربلند، و وقتی خاموش شد یک شهر برایش میگریستن و خیلی از پادگان ها حضور او را به یاد می آوردن. به حسام نظامی عزیزم صمیمانه تسلیت می گویم غیبت شوهر خواهرش، و آرزو می کنم این نام ها، این آزادگان جاودانه در یاد و دل ما بمانند که اینها وطن ما را حفظ کردند. به دنبال حقوق نبودند، به دنبال خانه نبودند، هیچی هم نداشتند. مقایسهش بکن مثلا اون تیمسار رو مقایسه بکنید مثلا این طرف رستم، بیاریم 2 سال وزیر نفت میشه 2 میلیارد به جیب میزنه، او 40 سال تو ارتشه، به زحمت یه خانه داره. آدم اینا رو باید در نظر بگیره. شمخانی 5 تا زن داره، 50 تا خونه داره، ویلا داره، غیره داره، و آدمی هم هست که از نظامیگری هیچی نمیدونه. این وقت میشه فرمانده کل، دریابان میشه، و تیمسار ما حتی درجه اضافیشو بهش نمیدن، و در تنهایی و افسردگی، تنهایی تو دلش ولی دورش پر عزیزانش بودن، خاموش میشه. یه تیکر دای جان ناپلئون رو ببینیم، بعد برم سراغ مهمان عزیزم که مطمئنم او نیز برای انسانی که میشناخت نصرت کریمی و نظامی که نمیشناخت ولی من گفتم که چه جور آدم بود، حتما حرمت قائله. اول آقا نصرت رو ببینیم. من میدونم که این رئیس نظمیه با مرحوم پدرتون دوست بودن. دی؟ اگه شما را نشناخت خجالت نکشین، آشنایی بدین. خانم عزیز سلطنه، اگه از من میشنوین بهش به این که حتی به زنده بودن شوهرتون شک دارم. تا پای زور در میون نباشه محال اینا به حرف بیان که دوست علی بیچاره رو کجا مایم کردن. محال. آقا و دوست علی چند سال بود سر یه ملکی با هم اختلاف داشتن، یادتون هست؟ خب پس معطل چی هستین؟ دیگه بهتر، اصلا بگین دوست علی خانو کشتن، بگین جنازهشو زیر اون آلاچیق نسترن چال کردن. چرا زیر نسترن؟ این آقای ناپلئون حاضر حتی جونشو فدای نسترن قشنگش بکنه. بی عاطفه یه بوته گل از بچه خودش هم بیشتر دوست داره. اون وقت توقع دارین سر یه ملک به شوهر شما رحم کنه؟ وقتی مامورین به هوای جسد دوست علی بیان پای نسترن و بیل بزنن، آقای ناپلئون به حرف میاد. اون وقت میگه دوست علی خان بیچاره رو کجا قایمش کردن. میترسم حرفمو باور نکنن. چرا؟ آخه پای نسترن صافه، چمنه، برای چال کردن آدمی به قد و قواره دوست علی باید قبر چیزی کنده باشن یا نه؟ شما نگران این چیزا نباشین پای من، شما فقط نذارین وقت تلف بشه. هر چی بیشتر وقتو از دست بدین بیشتر به اونا فرصت میدین که تو گوش دوست علی خان بخونن و با زندگی شما و با سرنوشت دخترتون بازی کنن. اگه از من میشنوین بی معطلی باشین برین نظمیه. بلایی سرشون بیارم که تو قصه ها بنویسن. اول به حساب خدا آقا باید برسن، بعد دونه دونه تا نوبت برسه به اون شاسته کراسه مومن مومن. خیال کردن. به سلامت. سلام دکتر براتی عزیزم. عرض سلام خدمت شما، و من هم تسلیت بسیار بسیار از صمیم قلب به خاطر درگذشت نصرت کریمی که من شبهای زیادی رو با این گذروندم که برای 20th time این دایجان بله دایجان رو هی ببینم، و یه تاریخ، یه بخش مهمی از تاریخ کشور ما در لابلای این فیلم همیشه بود. واقعا 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 همینطوره، برای که هر کدوم از ما بخشی از زندگی خودمون رو اونجا میدیدیم. به هر حال پدر بزرگه، مادر بزرگه، دایی، خاندایی، همه اینا بودن. دکتر براتی، روزهای ویژه رو طی میکنیم. در واقع اینطور میخوام بگم، گذار در
ارزیابی و تحلیلش از اوضاع ایران خطا نکرده بود و زمانی که بر این باور بود که روزگار خوش آقایون به سر آمده و همین روزاست که اتفاقی بیفته، ارزیابی صحیحی بود. منتها همیشه خب ما در کارامون یه مقدار عجولیم، عجله داریم، یعنی گمان میکنیم خب حالا که این حرکت شروع شد چرا موفق نشد، چرا دوباره رژیم موفق شد آدم بکشه، سرکوب بکنه. در برابر این نوع پرسش ها یا این نوع انتقاد ها شما چه میگید؟ خب حرکت های اجتماعی، جنبش های اجتماعی، قیام ها، حتی روال تکوینشون قابل پیشگویی نیستن. به بسیاری فاکتورها ربط پیدا میکنن. یه قسمت بزرگش مربوط میشه به اون چی که درون حکومت انجام میگیره. معمولا گزارها مال زمانی است که تمام اسطوره ها و ایدئولوژی های نظام حاکم در هم ریخته، مدعیان جدیدی درون نظام حاکم سر بلند کردن، اونهایی که صف جلو بودن عقب رانده میشن، کسان دیگه پیدا میشن. برای نجات حکومت مرتب فکرها و برنامه‌های جدیدی ارائه میشه. منتها چون کلیت نظام از مردم دوره و فقط در فکر تحکیم قدرت و حفظ نظامه، به اثرات سیاست‌هایی که انجام میده توجه نداره. خب این مسئله الان در ایران انجام گرفته. علت اصلی این مسئله که شما بهش اشاره کردید این هست که اپوزیسیون ایران همیشه اپوزیسیون مظلوم بوده. همیشه میگفته ما رو گرفتن، زندان انداختن، شکنجه کردن، این همه آدم اعدام شده و از دنیا دادخواهی میکرده. ما اپوزیسیون مدعی نداشتیم. اپوزیسیون در تعریف همیشه معنیش این هست که من به عنوان اپوزیسیون حکومت بهتری رو، آینده بهتری رو ارائه میکنم. باید طالب قدرت باشه، باید طالب جانشینی این حکومت باشه. ما این اپوزیسیون رو تا به حال در این شکل نداشتیم. اولین باره که یک جریانی اعلان موجودیت میکنه با این خاص که خودش رو یکی از آلترناتیف های ممکن میدونه، نه تنها آلترناتیف، ممکن آلترناتیف های دیگری هم باشن، اینها ممکنه به هم نزدیک بشن، به هم پیوند پیدا کنن. اصل در این است که هر کس که اپوزیسیونه فقط چهره مظلوم نداشته باشه، در پی این باشه که سیاستی به مردم، به جامعه ارائه بکنه که با اون سیاست مردم بتونن فکر کنن آینده بهتری داره. خب این روال الان جدیده که آغاز شده. ما شورای گذار الان از اینکه به 2 ماه پیش تازه اعلان شده، وقت زیادی نیست برای این مسئله. جلب حمایت و اعتماد مردم وقت میخواد، چهرهایی میخواد ارائه بشه که مقبول مردم باشن، خوشنام باشن، گذشته بد نداشته باشن. در خوشنامی و در ارائه راه‌حل‌های قابل حل و قابل انجام هست که مردم اعتماد پیدا میکنن. ما الان در این روال هستیم و هنوز به اونجایی که شما بهش اشاره فرمودید نرسیدیم. در واقع این اشاره شما منو به یاد مشروطه میندازه. در جریان انقلاب مشروطیت وقتی استبداد صغیر اومد، گروه ها پراکنده بودن، یه عده رفتن غرب کشور، یه عده تو پاریس بودن، یه عده استانبول بودن، و خب هر کدوم از اینا هم به نوعی از این وضع ناراضی بودن و میخواستن این وضع تغییر بکنه. یک تشکلی در پاریس در کافه دولاپه، هفته 2 روز میمدن اونجا، مخبر السلطنه هدایت مینویسه که مسافری از ایران اومد، نامه ای داشت، خون سردار اسد آتیش گرفت، گریه کرد، نوشته بود که چه جنایاتی میشه، چه جوری بچه ها رو میکشن، تو باقیش ها چی کار میکنن. گفت بلند شد به برادرزادش گفت برو ببین بلیت محمره کیه. گفت به سرعت، و خرمشهر محمره میگفتن، به سرعت رفت و اومد گفت پنجشنبه از مارسی
کشتی میره و گرفت به اتفاق 5 6 نفر حرکت کرد. یفرم از اون ور اومد، محمد ولی خان سپهدار از این ور اومد، سردار اسد که بود از غرب کشور اومدن. منظورم اینه در واقع هیچ کدوم خود رو بر دیگری ارجح ندونستن، ولی در یک هدف مشترک با هم توافق داشتن. این اوضاع باید تغییر کنه، این جنایت باید خاتمه پیدا کنه. آقای دکتر، شما در طول این چند روز اخیر مشاهده کردید سید علی خامنه‌ای در نهایت وقاحت، در نهایت وقاحتی که حتی میخوام بگم خمینی پیشش لنگ میندازه، آمد و ملت رو اشرار و اوباش خواند. نوکرانش هم کم و بیش همین حرفا رو زدن و از همه آلوده تر روحانی بود که انسان واقعا شرم میکنه این مرد با اون حقبازی و دروغ و لباس ارغوانی اومد از مردم رأی گرفت و حالا مردم رو اینجور خطاب میکنه. بنابراین من فکر میکنم هیچ زمانی نیروهای اپوزیسیون نمیتونستن هم صداتر از حالا بشن به خاطر نوع نگاه نظام بهشون و به ملت. آیا واقعا شما فکر نمیکنید که الان زمانی است که دیگه تمام اون اختلافای کوچولو و ریزه و اینا کنار زده بشه و واقعا سردار اسدوار به سوی وطن حرکت کرد، حالا به هر انواع و اقسام شکلهای گوناگونش؟ بله، کاملا درست میفهمید. در گذشته که گفتم اپوزیسیون هنوز در حد مظلومیت بود و مدعی نبود، مرتب دنبال تفاوتها و تضادها میگذشت که استدلال کنه چرا نباید با دیگر گروه ها، با دیگر جریانات سیاسی همراهی و همکاری بکنه برای پشت سر گذاشتن این نظام حاکم. این یک سیاست عمومی بود. الان خوشبختانه من در این یک سال گذشته به این مسئله بیشتر میرسم و دیدم از طرف اکثر جریانات اپوزیسیون از چپ، وسط، لیبرال، راست و غیره که همه در پی یک دیالوگ ملی میگردن برای چگونگی از درگذار از نظام حاکم. این دیالوگ به این معنا نیست که همه اختلافات کنار بگذارن، اتفاقا دیدن تفاوت ها بسیار لازم است. مردم مملکت ما نباید در وحدت کلمه اپوزیسیون باشن، بلکه در کثرت، در چندگانگی باید با وجود اختلاف نظرها و دیدها به یک آینده مشترک فکر کنن. این در میان اپوزیسیون الان روز به روز گسترده تر مورد توجه قرار میگیره و من از این نظر بسیار خوشبین هستم، چون در گذشته اکثرا تفاوت ها در این بود که خب کسانی که به نظام گذشته تعلق داشتن اونها منفورن، کسانی که کمونیست بودن منفورن، کسانی که در این انقلاب 57 به نوعی شرکت داشتن منفورن، کسی دیگر در حقیقت باقی نمیمون. الان این مسئله پشت سر گذاشته شده و من فکر میکنم اتفاقا ما در مرحله یک گذار تحمیل شده هستیم. گذارها چندین نوع بودن، یکیش این بوده خود نظام به این فکر بیفته که باید چیزهای تغییر بده، خودش کنترل شده یه تغییراتی رو به وجود بیاره، این انجام نگرفته. یه قسمت دیگه میتونه داد و ستد شده میان اپوزیسیون و قدرت حاکم باشه. بله. قدرت حاکم میبینه نمیتونه مملکت رو بیش بره، روی اپوزیسیون میاره بیاید با هم بنشینیم راه پیدا کنیم، اما میره سر اپوزیسیون رو میبره. بله. این کارم انجام نگرفته، سر اپوزیسیون بریده شده. بنابراین تنها راه الان اون گذار تحمیل شده هست و برای این گذار تحمیل شده لازمه اصلیش این هست که قدرت موجود دیگر قدرت سابق رو نداشته باشه، در مقابل نیروهای اپوزیسیون قدرت برتر باشن، مقبولیت برتر در مردم داشته باشن. این وضع کنونی ماست. دکتر براتی، به عنوان شخصیتی که با توجه به تجارب در طول این همه سال کار تدریس، تحقیق، فعالیت، الان زمینه بین المللی رو تا چه حد مساعد میدونی؟ یعنی در تماسایی که گرفتی
تلاشایی که کردی واقعا آیا به این جام رسیدی، به این نقطه که ببینی جهان نیز خسته شده، جهان نیز میخواد از شر این رژیم راحت بشه، آیا به اینجا رسیدی؟ آخه بعضی خانم مگدینی که رفت گفتن خب الحمدلله لله نظام رفت، من میخوام ببینم آیا این للگی واقعا پایان گرفت یا حالا منتقل میشه به یکی دیگه، چه جوری؟ این للگی پایان نگرفته. ما دو جور سیاست در دنیا میدونیم. به هر صورت آقای ترامپ یه نوع ناشیگری هایی در سطح سیاست جهانی کرده که اون طرف اروپایی ها خودشون رو کنار کشیدن، در حالی که میتونست خیلی معقولتر حرکت کنه، اروپایی ها رو با هم در یک کشتی مشترک بنشونه در برخورد به این نظام حاکم. خوشبختانه این سیاستی که به خصوص این سرکوب چند روزه در این یکی دو هفته گذشته، این سرکوبی که انجام گرفته، تمام امید اروپایی ها رو که امکان این که به یک نحوی بتونن زیر بال جمهوری اسلامی رو بگیرن که با این مسئله برجام به هر صورت حاضر به کنار اومدن با غرب و آمریکا بشه، در ضمن تحریما کمتر بشن، این رو دیگه کمکر پشت سر گذاشتن. شما اعلان موضع رئیس جمهور فرانسه رو شنیدید و دیدید. یک مسئله به ما کمک میکنه الان، اون چی که در ایران الان آقای خامنه‌ای، آقای روحانی انجام دادن یا اصولا سران سه قوه کشوری انجام دادن، کار رو به جایی برده که امکان بردن جنایت اینها به شورای امنیت سازمان ملل بسیار زیاد شده. خب شما اطلاع دارید که مشاور حقوقی شورای گذار یک نامه به دبیرکل سازمان ملل در این زمینه نوشته با ارائه دلایل و شواهد بسیار برای ارائه به اصطلاح طرحی به شورای امنیت، مضمون بر این که جمهوری اسلامی متهم به جنایت علیه بشریت است، شورای امنیت مصوبه ای رو تصویب بکنه که به دادستان دادگاه کیفری لاهه این خواست رو ارائه بکنه، این رو بخواد از اونها که روال به اصطلاح روال دادرسی به دادرسی شکایت ما رو، شکایت مردم ایران رو و محکومیت جمهوری اسلامی در این دادگاه رو به پیش ببره. خب ما میدونیم که حتی اگر کار تا اینجا هم پیش بره، متاسفانه خب روزها هستن، به ویژه چینی ها هستن که وتو خواهند کرد، ولی اروپایی ها، ما در پی این هستیم که تک تک کشورهای اروپایی رو، چه اونهایی که در شورای امنیت حق وتو دارن، چه اونهایی که عضو دائمی شورای امنیت نیستن ولی اروپایی هستن، و چه از 15 عضو مجموع 15 عضو شورای امنیت، تک تک این کشورها رو به سراغشون بریم و اونها رو دعوت کنیم، براشون ارائه به دلایل ارائه کنیم که چرا بایستی که از این خواست در شورای امنیت حمایت کنن. فکر میکنم الان با سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، شانس ما برای اینکه این طرح به شورای امنیت ارائه بشه، جدا از اینکه تصویب بشه یا نشه، زیاد هست و دنیا شاهد این خواهد بود که همه مطبوعات جهانی به این جنایات روزهای گذشته کاملا با دقت برخورد خواهند کرد و حمایت کشورهای اروپایی، اونهایی که هنوز یه نوع تفکری دارن، هنوز یه نوع در این خیال هستن که شاید بشه جمهوری اسلامی رو به راه راست برد، این فکر رو از دست بدن، بیان به حمایت از مخالفین، به حمایت از اپوزیسیون و ملت ایران. نکته جالبی که بهش اشاره کردین که خیلی مهمه به نظر من، اروپایی ها طبیعتاً به خاطر این اختلاف نظری که با آمریکا سر برجام داشتن کوتاه اومدن، یک امیدواری کاذبی در جمهوری اسلامی ایجاد کردند که آره جمهوری اسلامی میتونه منیج کنه، ولی به نظر من بعد که اهداف جمهوری اسلامی بهتر آشکار شد، به خصوص به نظر من تلاش‌های رئیس جمهوری فرانسه و بعد رفتار نادرست و دور از ادب رژیم اسلامی، شخص خامنه‌ای با آقای شینزو آبه
وزیر خارجه ژاپن و همینطور با دولت مردان جهانی، خود آقای ظریف و در واقع وزرای خارجه اروپایی دیدارهایی که داشتن، صحبتش با خانم مگرینی، عملا اروپایی‌ها رو با همه شرم حضور در موقعیتی قرار داد که آمریکایی‌ها قرار داشتن. به عبارت دیگر این رژیم غیر قابل اعتماده و شما هر امتیازی هم بخواید به این رژیم بدید، این رژیم زیاده خواه و بیشتر خواهد خواست. یک موردش که شما شاهد بودید در مورد همین نظام تبادل پول بود یا نظام تبدیل پول بود که سویفت رو اروپایی‌ها بیان براش یه راه تازه پیدا کنن. عملا شما دیدی جمهوری اسلامی با رفتارش و با خطاهای بزرگ و سوء فهمش از ماجرا عملا باعث شد اون تر با شکست روبرو بشه. بله، خب بخود به ویژه این مسئله قوانین مربوط به پولشویی که در شورای تشخیص مصلحت گیر کرده، حتی اگر اون سازوکار مالی مورد نظر اروپایی ها با پیوستن 5-6 کشور کوچکتر اروپایی هم بهش را بیفته، به این دلیل که این قانون تصویب نشده اروپایی کوچکترین مبادله مالی نمیتونن با جمهوری اسلامی داشته باشن، یعنی دلیل کافی برای این مسئله خواهند داشت. خب شما دلیل این که جمهوری اسلامی این قانون رو نمیگذاره تصویب بشه هنوز در این هست که به هر صورت در سراسر دنیا به جریانات نظامی و غیر نظامی و تروریستی کمک‌های مالی که میکنه بالاخره باید از یک کانال‌هایی بره بگذره. نمیشه چمدون‌های پول پر کرد و برد داد، الان هم که چمدون پولی وجود نداره بشه. بنابراین این قانون رو جلوش رو گرفتن و موندن با این چه کار بکنن، و این هم یه دلیلی است برای اروپایی‌ها که میتونن حسنیت خودشون رو نشون دادن در رابطه با جمهوری اسلامی، ولی گام برابری که ندیدم، برعکس گام هایی که جمهوری اسلامی کرده، زدن اون کشتی بعد به زدن اون مرکز نفتی و بعد چیزهای از این دست، همه نشان از این داره که جمهوری اسلامی خودش رو در نقش یک قدرت میبینه، قدرت بزرگ میبینه و فراموش میکنه که جمهوری اسلامی یک قدرت بسیار کوچکی است در ابعاد جهانی. منتها خب الان شرایط منطقه به گونه ایست که اینها تونستن ارزندام بکنن، ولی وضع اینجور نخواهد ماند. داخل مسئله سوریه تمام میشه، مسئله عراقی ها رو میبینیم که روز به روز ملت عراق نفرت خودشون رو بیشتر از جمهوری اسلامی نشون میدن. این کار به لبنان هم سرایت خواهد کرد. الان گرچه حزب الله در اونجا در یه موقعیت کشوری و دولتی هست، مسئولیت دولتی هم به نوعی داره، ولی حزب الله هم وقتی ببینه حمایت مردم رو از دست میده، به شما قول میدم که فاصله گره خواهد گرفت از جمهوری اسلامی. فعلا جمهوری اسلامی دوستی در دنیا نداره. همین چند نیروی هم که با کمک های مالی گرفته و خریده از او دور خواهند شد. دکتر براسی اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم، بریم یک سرود دلنشین رو بشنویم، سرودی که با ارکستر سمفونیک کردیس و بسیار زیبا. این سرود حماسی رو میشنویم، برمیگردیم کلی حرف داریم با دکتر مهران برات. با درود دوباره، چه بگم چقدر زیبا بود، چقدر هانی مجتهدی، دلشاد سعید که کار قشنگ، جمشید عزیزمون، جمشید نازنین. دکتر براتی حس کردی؟ بسیار. آخه ببین، یه ملتی مثل ملت ایران با این اقوامی که داره، با این فرهنگ، با این گوشهای موسیقی، با این شعر، با این ادبیات، باید در قرن 21 گرفتار یک مش روزخون بشه؟ یعنی واقعا فکر کن این الان توی هر جای جهان اجرا میشد به عنوان
ارکستر سمفونیک از ایران که بخش عمده ایش کردها بودن چقدر برای ما افتخار آفرین بود. بلوچا بودن، ترکمنا بودن، آذری ها بودن. دو سه تا دارم آذری که آدم افتخار میکنه، عرب های ایرانی. و این یه دوستی داری مهدی یرایی، چه صدای قشنگی داره و عرب ایرانیست و چقدر زیبا میخونه، چقدر فولکلور رو خوب میشناسه. فکر کنیم وقت ما تو این شرایط باید گرفتار یه مش روزخونی باشیم و گرفتار زنی باشیم، زنی که مسخره مهر و زیباییست بیاد بگه من دستور گلوله دادم. اینا تربیت شده های اون مکتب آلوده فتنه برانگیز ولایت فقیه هن. ولی زن ایرانی نماد و مسخری بوده که حافظ در ستایش شعر میگفته، سعدی میگفته، مولانا، حضرت مولانا میگفته در زلف حافظ میگه در زلف چون کمندش هرگز ما پیش کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اون حافظ اون رو داره میگه. بعد الان زن فرماندار که خوشحال شدیم حالا یه زنی فرمانداره، با افتخار میگه آره من دستور تیر دادم. با این ضد فرهنگ حاکم چه باید کرد؟ دکتر براتی چقدر امیدواری؟ خیلی مهم از زبانت بشنوم. ولی خب در این عصر تفرقه و تردید هر اقدام متحد کنندهی با بیم و امید توامه و من اجازه میخوام که به شما مژده بدم که ما سرنوشت خودمون رو از سرنوشت همسایگان عرب زبانمون جدا نکردیم. همونطور که اطلاع دارید ما در مراسم اعلان موجودیت شورا گفتیم که ما به زودی با کشورهای همسایه تماس خواهیم گرفت. سفرهای حسنیت به اونجا میفرستیم برای تماس با مردم، ملت و نمایندگان اونا. اولین گامی که ما در پیش داریم به زودی در همین یکی دو ماه آینده با روشنفکران از عراق و لبنان نشست مشترکی خواهیم داشت به عنوان همبستگی خاورمیانه، همبستگی کشورهای خاورمیانه و پیوند دادن جنبش ها به هم دیگه. ما در میدان تحریر عراق همین هفته پیش دیدیم که برای اولین بار بیانیه دبیرکل شورای گذار آقای حسن شرف‌مدیر اونجا به عربی خونده شد و با استقبال فراوانی روبرو بود. ما این پیوند رو با هموطنان، با همسرنوشتان عرب زبان خودمون در لبنان هم ادامه خواهیم داد. این کار رو به سوریه ادامه خواهیم داد، با همینطور با ملل دیگر در همسایگی ما. سرنوشت ما سرنوشت مشترکی است با فلسطینی ها، با فلسطینی ها. بسیار کاملا درسته و من فکر میکنم که این راه ما به روشنفکران دنیای عرب راه خوبی است و در دنیای عرب زبان و صدای ما شنیده خواهد شد و این بسیار این دشمنی بی جایی که ایرانی ها و بسیار اینجا سالهای سال با کشورها به ملل عربی آغاز کردن، ما باید خلاف این موج حرکت کنیم و پیوند کشورهای خاورمیانه رو در عمل نشون بدیم. آقای دکتر براتی، مهندس شریعت مداری صحبتی کرد که به نظر من خیلی مهم بود. ما هیچ دشمنی با همسایگان عربمون، با اسرائیل و با ترکیه نداریم. یعنی ما کشورهایی که همسایه ما هستن همه دوستان ما هستن و میتونن دوستان ما باشن. رژیم جمهوری اسلامی 40 ساله این دشمنی با اسرائیل رو یکی از مبانی و اساس سیاست خودش کرده و متاسفانه این روش جمهوری اسلامی دست راستی های اسرائیل مثل آقای نتانیاهو و امثال هم آقای لیبرمن رو باعث شده اینا با یه دستی تو سر جمهوری اسلامی بزنن به اسم اینکه خطر علی اسرائیل و با یه دست تو سر فلسطینی ها. یعنی من نگاه میکنم 40 سال قبل فلسطینی ها چقدر نظر نزدیک شدن به صلح جلو رفته بودن و 30 سال پیش چقدر جلوتر رفته بودن. عرفات پاشو رفت رام الله
در اونجا زندگی درست کردن، پایتخت درست کردن و امروز چقدر عقب رفتن، چقدر مصیبت و گشنگی میکشن به خاطر جمهوری اسلامی. بنابراین این خیلی مهمه و مردم ما هوشیارن. نه غزه نه لبنان به معنای این نیست که ما از غزه و لبنان جداییم، نه، ما همه ملت‌هایی هستیم گرفتار یه عنکبوتی به نام جمهوری ولایت فقیه. همه این ملت‌ها گرفتار اینن و همبستگی ما ملت‌ها برای کندن شر این عنکبوت، این عقرب، این کابوس باعث خواهد شد همه منطقه روی آرامش ببینن. آقای دکتر براتی، شما با فرهنگ و با ادب و با پیشرفت‌های فرهنگ لبنان آشنا هستی، میدونی لبنان در چه نقطه‌ای بود؟ لبنان یه زمانی که یه دانشگاه تو خاورمیانه نبود 50 تا دانشگاه داشت. از برکت جمهوری ولایت فقیه در دانشگاه آمریکایی بیروت صدای فیروز قطع میشه و صدای سیدعلی خامنه‌ای روزش پخش میشه. میخوام بگم چقدر این رژیم برای منطقه مصیبت بود و آشوب. بنابراین ما همه میتونیم همبسته و همدل این کار رو انجام بدیم و من مطمئنم شخص شما به خصوص با اون تجربه ها، با اون گذشته، آدمی هستی که مورد اعتمادی، مردم دوست دارن، آدم پاکی هستی، وطن پرستی، به وطنت علاقه داری، میتونی نقش مهمی داشته باشی مثل بقیه دوستانمون. کاری که کاوه موسوی کرد کار کوچکی نبود، کار مهمی بود انجام داد و امیدواریم هر روز این کارها در ابعاد وسیع‌تری انجام بگیریم. من البته خانم لیلا واسقی که همین فرماندار شهر قدس که یا حسن خان که شما بهش اشاره کردی، ایشون با اذعان علنیشون که فرمان قتل دادن الان سوژه و به اصطلاح یکی از کسانی هستن که در این دادستانی ما قرار خواهند گرفت. پای ایشون هم به اروپا برسه، ما با اسباب دستگیری ایشون رو هم فراهم خواهیم کرد. بسیار یک کار بسیار بزرگ بود. یعنی معلوم میدونم خیلی از آدمایی که حتی از رژیم بودن و جست مخالفت گرفتن اومدن تو اروپا، الان پرونده های اینا رو کاوه اون روز به من میگفت دونه دونه داره در میاد. یعنی فکر نکنن این را دیگه در رفتن، نه، پرونده ها داره بیرون میاد. و بسیار من خوشحالم که بعد از 40 سال اپوزیسیون روی این مسئله تمرکز داده. آقای نوری‌زاده، یه چیزم همین در همین یکی دو روز گذشته اخباری که از ایران آمده، اتفاقا فرماندهان زیادی از سپاه شخص خامنه‌ای رو مسئول تمام این نابسامانی ها میدونن، او رو بی ارزه، بی جرأت و بی سیاست میدونن و در مقابل قرار گرفتن. و من امیدوار هستم که به هر صورت اینطوری نیست که میهن پرستی فقط به شما من خلاصه بشه و دیگر هموطنانمون در میان سپاهیان هم حتما میهن پرستانی هستن که میخوان به وضع موجود پایان بدن و من امیدوارم اونها پیام ها رو بشنون و هرچه زودتر بیان در جبهه مردم، ترک کنن این نظام سرکوب رو و باعث بشن که ما بدون خونریزی، بدون خشونت بیش از حد، بدون خشونت غیر لازم بتونیم این حکومت رو پشت سر بگذاریم. دکتر براتی، واقعا وقتی صحبت از این میکنیم که بدون خشونت بتونیم این حکومت رو پشت سر بگذاریم، چه پروسیجر، یعنی در واقع چه زمانبندی و طرحی رو این قضیه میبینی؟ آیا ندا برای مردم باید داد، مردم رو دعوت کرد، با خارجی ها گفتگوی جدی تر کرد؟ شما چه، نمیخوام اسرار فاش بشه گفته بشه، نه، ولی میخوام یه چارچوبی، مردمی که من و شما رو میبینن میخوام این امیدشون قرص و محکم باشه که این ماجرا ادامه داره و شما دیگه در مقامی که اجرایی که داری توضیح براشون بدی. خب ما حرکت خشونت پرهیز که میگیم، منظور اون نیست که هیچ نوع خشونتی پیش نخواهد آمد. حکومتی که خشونت ایجاد میکنه حتما اینجا اونجا عکس العملی هم میبینه.
ولی فکر ما برای این حرکت اجتماعی بر خشونت بنیانگذاری نشده و نمیشه. جناب نوریزاده، شما خب شخص واتراب هاور رو خوب میشناسید، جمهور سابق چک. ایشون نوشته ای دارن با عنوان قدرت بی قدرتان. اون برنامه‌ای که ما در پیش داریم این هست که اون بی قدرتان جامعه به قدرت واقعی خودشون پی ببرن. الان بخشی از بزرگی از این حرکت اعتراضی که در این روزهای چند روز گذشته انجام گرفت، ما برای اولین بار دیدیم که خب بیشتر کسانی که به خیابان آمدن به معنی واقعی کلمه بی قدرت به معنی مالی، جانی و قدرت همه جور بودن. اولین باره که ما میبینیم قشر میانی جامعه هم که داره رو به فقیر شدن میبره همراه اونها به خیابان آمده. تا به حال همیشه فکر این بوده که گذار اصلی بر شانه قشر میانه باسواد جامعه است. این مسئله الان تغییر پیدا کرده، یک پیوند ناخواسته میان اون بیقدرتان واقعی و قشر میانی جامعه که رو به فقیر شدن داره به وجود اومده در اینجا. بنابراین روی سخن ما، حرکت ما این است که بیقدرتان به قدرت خودشون واقف بشن. برای این مسئله کسانی هست باید باشن در صحنه داخل جامعه که در به این حرکت بتونن فکر رو ایده بدن. خب این افراد وجود دارن، این افراد در تماس هستن. شما میبینید که در میان کسانی که دستگیر شدن گفته شد مثلا در تهران 2000 نفر، بیش از 2000 نفر رو گرفتن، ولی حدود 300-350 نفر رو نگه داشتن که من مطمئن نیستم که این اعداد درست باشه، ولی به هر صورت اینها با سیستم کنترلی که دارن تعدادی از کسانی که در جریانات مدنی، نهادهای مدنی، در ارتباطات مدنی این فعالیت‌ها رو دارن شناسایی کردن. حالا اینا میگن 300 نفرشون گرفتن، من به شما قول میدم که اینا چندین و چند هزار نفر هستن. بنابراین امید ما به حرکتی است که از درون آغاز میشه. این روزها مرتب بعضی از افرادم درون اپوزیسیون هستن که صحبت از چلبی سازی میکنن که گویا به صلاح الان قرار آمریکا چلبی تازه‌ای رو راه بندازه برای اینکه کسی رو جانشین حکومت بکنن. پی به این مسئله نمیبرن که ملت ایران چلبی پذیر نیست. ملت ایران اگر اعتماد و حسن نیت کامل به کسی نداشته باشه حضور سیاسی او رو نمیپذیره. دوباره اون گول خمینی رو که خورد تکرار نخواهد کرد. در ایران چلبی سازی شانسی نداره، بلکه اگر از میان مردم کسانی بلند شن در پیوند ما مردم بتونن حرکتی رو به وجود بیارن، در نهایت رأی آزاد مردم هست که چه کسی بر آنها حکومت خواهد کرد، نه اینکه آمریکا یا کشور دیگری برای اونا تصمیمی بگیره و ملتمون رو بپذیرن. همچین مسئله‌ای در ایران هیچ وقت ممکن نخواهد. در تایید گفته دکتر براتی، عراق در زمان صدام حسین شما 30 سال با یک کشوری روبرو بودی، حداقل اون 30 سالی که صدام قدرت رو کامل در دست داشت، که صدا از کسی در نمیمد. یعنی ملتی برده به معنای واقعی، یک اپوزیسیون در داخل وجود نداشت، در خارج بودن اگر هم کسانی بودن، و کشور حالت مرده رو داشت، فقط میساختن و میخوردن و کاباره درست میکردن توی ما. ولی ایران اینجوری نبوده. یعنی اینی که میگن چلبی سازی، بله چلبی در پیش مردم عراقی که 30 سال یک قهرمان ندیده بودن تبدیل به قهرمان شده، ولی ملت ایران تو 40 سال گذشته چقدر قهرمان دیده، چقدر آدمای از جان گذشته دیده. در بیرون گردن دکتر بختیارش رو بریدن، در بیرون فرخزاد رو کشتن، برومند رو کشتن و و و و و در داخل کشور دیدیم چه کسانی، آقای فروهر رو، پروانه نازنین رو میبینیم که پوینده رو میکشن. یعنی میخوام بهتون بگم که آقای دکتر براتی، محال در ایران
چلبی سازی اصلا به اندیشه چلبی سازان هم وارد بشه، چون ملت ایران این مراحل در مشروطه پشت سر گذاشتن و به هیچ روی به این. اجازه بدید من به یه نکته دیگه هم اشاره کنم. یکی دیگه از ایراداتی که به ما میگیرن، میگن شما در پی فدرالی کردن ایران هستید. اصلا که این نتیجهش بسیار تجزیه است. اول اینکه ما هیچ کجایی صحبت از فدرال و فدرالیسم هیچ جایی نکردیم. درسته. خب این تهمتیش که میزنن. اما حتی اگر گفته بودید یه ملت آزاد باید حق داشته باشه راجع به نظام آینده کشوریش اظهار نظر کنه، چرا نباید کسی حق داشته باشه راجع به فدرال و فدرالیسم حرف بزنه؟ چرا نباید کسی حق داشته باشه راجع به زبان مادری یا به زبان مادری حرف بزنه؟ ما اگر این مراحل رو پشت سر نگذاریم یک وحدت قلابی پیدا خواهیم کرد. دکتر وقت اون تموم شد، ببخشید. کرد ما هموطنان کرد ما وطن پرسترین هستند واقعا واقعا، مثل عرب ها، مثل آذری ها، بله، مثل بلوچ ها. ممنونم ازت، چون وقتمون تموم شد. برنامه زنده ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشیدشان هماره برافراشته باد. به اتفاق دوست عزیزم دکتر مهران براتی، همه شما رو تا فردا به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.